درود همراهان گرانقدر، در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آپوردن و در این درس میخواییم به کاربرد و استفاده از فعل بسیار ضروری get در انگلیسی بپردازیم و با بیان جملات و عبارت هایی که این فعل در اونها استفاده شده کاربرد متفاوت انواع گرفتن در انگلیسی و کاربرد فعل get رو با هم یاد بگیریم. فراموش نکنید اگر میخواید کلیپ های آینده انگلیسی مثل آپوردن به محض انتشار یافتن در کانال به دستتون برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید، کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آپوردن رو سابسکرایب یا فالو کنید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن جزء اون دسته از عزیزانی باشید که کلیپ ها سریعا به دستشون برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید. بسیار خوب، بپردازیم به انواع گرفتن در انگلیسی و کاربرد فعل get در انگلیسی. همونطوری که میدونید تو فارسی یه عالمه گرفتن داریم، یعنی کاربردهای متفاوت داره. مثلا گرفتن پول، گرفتن یک مریضی، گرفتن یک چک، گرفتن یک غذا یا هر چیز دیگری. به همین منظور و به همین ترتیب در انگلیسی هم از فعل get برای این منظور استفاده میشه. حالا با مثالهایی که در ادامه خدمت شما تقدیم میشه کاربردش رو خوب فراخواهید گرفت. اولین و عمومی ترین معنی که فعل get داره به معنی to receive، یعنی به معنی دریافت کردن چیزیه. مثال خدمت شما تقدیم میشه I got a book for my birthday. I got a book for my birthday. I got گذشته I get. فعل get گذشتهش میشه got. فعل بیقاعده است و زمانی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش عوض میشه، میشه got. I got یعنی من گرفتم، من دریافت کردم. A book یعنی یک کتاب. For برای یا در موقع my birthday. My birthday یعنی روز تولد من. I got a book for my birthday یعنی من برای تولدم یک کتاب دریافت کردم. خیلی هم عالی، یک کتاب هدیه گرفتیم. I got a book for my birthday. پس اولین کاربرد و عمومی ترین کاربردی که فعل get داره یعنی receive کردن یا دریافت کردن که مثالش هم خدمت شما تقدیم شد. حالا اگر خوب میخواید یاد بگیرید همین جمله و همین عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. فراموش نکنید که اگر میخواید خوب یاد بگیرید حتما صدای ضبط شده خودتون رو با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در تلفظتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و اون رو رفع بکنید. این تکنیک تکنیکی است که حتی در استفاده از فیلم ها برای یادگیری انگلیسی باید استفاده بشه، نه اینکه شما بشینید 100 تا فیلم ببینید فکر کنید انگلیسیتون رشد میکنه و تقویت میشه. پس با هم در قسمت کامنت مینویسیم I got a book for my birthday. I got a book for my birthday. I got your letter. I got your letter. I got همونطور که گفتیم got گذشته یه فعل get یعنی دریافت کردن در زمان گذشته. Your letter یعنی نامه تو. I got your letter یعنی من نامت رو دریافت کردم در زمان گذشته که خدمتتون عرض شد فعل got گذشته یه فعل get در زمان حاله. پس I got your letter یعنی من نامت رو دریافت کردم. حالا شما در قسمت کامنت بنویسید که نامه فدایت شوم رو دریافت کردید. I got your letter. I got your letter. یکی دیگر از معانی که فعل get داره یعنی to earn. earn یعنی به دست آوردن یا کسب کردن. حالا بریم با هم مثالهاشو کار بکنیم تا خوب یاد بگیرید. I get $7 an hour. I get $7 an hour.
I get یعنی من به دست میارم یا کسب میکنم. $7 یعنی $7. حالا چرا گفتیم dollars؟ به خاطر اینکه هفت خب طبیعتاً جمعه، نمیگیم dollar. $7 یعنی $7 در اینجا و dollars اسش به خاطر اس جمع. An hour یعنی در یک ساعت. I get $7 an hour یعنی من ساعتی $7 به دست میارم یا ساعتی $7 کسب میکنم با کار کردن. پس جملمون اینه، در قسمت کامنت بنویسید I get $7 an hour. I get $7 an hour. He gets $300 a month. He gets $300 a month. He gets یعنی او به دست میاره یا او کسب میکنه. چرا get اس گرفته؟ اس سوم شخصه. چرا؟ چون فاعلمون هیه، اوی آقا. He gets یعنی او به دست میاره یا کسب میکنه $300 $300 a month در یک ماه. He gets $300 a month یعنی او ماهی $300 به دست میاره. خوش به حالش، کاش ما هم $300 به دست می آوردیم. حالا نوبت شماست، اگر می خواهید دانش رو به دست بیارید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. He gets $300 a month. He gets $300 a month. یکی دیگر از معانی و کاربردهای فعل get یعنی to bring or fetch، یعنی آوردن یا رفتن و آوردن. حالا چند تا مثال رو با هم کار بکنیم. Can you get that book for me? Can you get that book for me? Can you یعنی آیا تو می توانی، you can یعنی تو می توانی، و وقتی که میگیم can you یعنی آیا تو می توانی، get یعنی بیاوری یا بروی و بیاوری، that book یعنی آن کتاب، for برای me برای من. Can you get that book for me یعنی آیا میتونی اون کتاب رو برای من بیاوری، یعنی بری و بیاوری. خیلی راحت‌تر میگیم میتونی اون کتاب رو بری و برای من بیاری. پس جملمون اینه، در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Can you get that book for me؟ Can you get that book for me؟ Can you come and get me from the airport? Can you come and get me from the airport? Can you یعنی آیا تو می توانی، چه کار کنی؟ Come بیای، and و get بیای و مرا ببری یا بیای مرا بیاوری. Me مرا، from از the airport از اون فرودگاه مشخص. چرا گفتیم the airport نگفتیم the airport؟ به خاطر اینکه اگر بعد از THE حرف صدادار گفتاری که در اینجا ا در airport اومده، به خاطر همین میگیم the airport یعنی اون فرودگاه مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم. پس جملمون اینه، Can you come and get me from the airport؟ یعنی آیا میتونی بیای و من رو از فرودگاه بیاری؟ پس در قسمت کامنت این درخواست رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Can you come and get me from the airport؟ Can you come and get me from the airport؟ یکی دیگر از معانی فعل get یعنی to understand، یعنی فهمیدن یا درک کردن. حالا مثالهاش رو با هم کار بکنیم. Do you get the lesson? Do you get the lesson? Do you یعنی آیا تو انجام میدی؟ چی کارو؟ Get
گرفتن، فهمیدن. The lesson یعنی اون درس رو، اون درس رو که داریم در موردش صحبت میکنیم. همین درس رو، آیا شما درس رو میفهمی؟ آیا شما درس رو میگیری؟ تو فارسی هم میگیم دیگه، میگیم درس رو گرفتی یا درس رو میگیری؟ متوجهی چی میگم؟ میگیری چی میگم؟ پس همین استفاده هم در انگلیسی قابل بیانه. Do you get the lesson؟ یعنی آیا درس رو میفهمی؟ آیا درس رو متوجه میشی؟ حالا شما در قسمت کامنت بنویسید. Do you get the lesson؟ Do you get the lesson؟ یکی دیگر از معانی فعل get یعنی to be affected by or catch، یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن، مثلا گرفتن مریضی یا درد گرفتن، یه دردی رو دچار شدن. حالا مثالش رو با هم کار بکنیم. He got a cold last week. He got a cold last week. He got یعنی او به دست آورد یا تحت تأثیر قرار گرفت در اینجا. A cold یک سرماخوردگی. Last week هفته پیش. He got a cold last week یعنی او هفته گذشته سرما خورد. بلا و سرماخوردگی از شما عزیزان به دور باشه. پس جملمون اینه، در قسمت کامنت بنویسید. He got a cold last week. He got a cold last week. Whenever I listen to loud music, I get a headache. Whenever I listen to loud music, I get a headache. Whenever یعنی هر موقعی که I listen من گوش میدهم to به loud. loud یعنی صدای زیاد. music یعنی موسیقی. I get یعنی من میگیرم یا دوچارش میشم a headache، سردرد. whenever I listen to loud music I get a headache. وقتی که من موسیقی رو با صدای بلند میشنوم سردرد میگیرم. خب طبیعیه، صدای موسیقی رو کم کنید. حالا شما در قسمت کامنت بنویسید. Whenever I listen to loud music, I get a headache. Whenever I listen to loud music, I get a headache. I am getting a toothache. I'm getting a toothache. I'm getting یعنی من دارم میگیرم، حال استمراریه. getting پس حالت ing و I am getting یعنی من دارم میگیرم. toothache یعنی دندون درد. tooth یعنی دندان. toothache یعنی دندان درد. I'm getting a toothache یعنی من دارم دندان درد میگیرم. آخ آخ آخ، دندون درد از شما عزیزان به دور باشه. حالا شما در قسمت کامنت بنویسید. I'm getting a toothache. I'm getting a toothache. یک کاربرد دیگه که فعل get داره به معنی گرفتن چیزی، مثلا بلیت، بلیت گرفتن، یعنی to catch or take، یکی دیگر از معانی فعل get. حالا مثال هایی رو با هم کار کنیم تا خوب یاد بگیریم. I got the 5 p.m. train to London. I got the 5 p.m. train to London. I got یعنی من گرفتم در زمان گذشته. The 5 p.m. یعنی ساعت 5 رو. train قطار. to London به مقصد لندن. تلفظ لندن، دقت بکنید که لندن نگفتم، لندن. I got the 5 p.m. train to London یعنی من بلیت قطار ساعت 5 رو به مقصد لندن گرفتم. حالا شما بگید که بلیت ساعت 5 به لندن رو گرفتید، میشه I got the 5 p.m. train to London. I got the 5 p.m. train to London.
یکی دیگر از معانی فعل get به معنی to communicate with، یعنی ارتباط برقرار کردن با چیزی. حالا مثالش، I got him by phone. I got him by phone. I got یعنی من ارتباط برقرار کردم در اینجا، him با اوی آقا، by توسط به وسیله phone، تلفن. I got him by phone یعنی من با تلفن گرفتمش، بهش زنگ زدم. حالا شما در قسمت کامنت بنویسید I got him by phone. I got him by phone. یکی دیگر از معانی فعل get یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن یا تأثیر قوی بر چیزی داشتن. در واقع یعنی to have a strong effect on حالا چیزی. حالا با هم مثالش رو کار بکنیم. That film really got me. That film really got me. That film یعنی اون فیلمه. Really واقعا، got یعنی گرفت یا تحت تأثیر قرار داد، می منو یعنی منو گرفت، فیلم منو تحت تأثیر قرار داد. تو فارسی هم میگیم دیگه That film really got me، اون فیلم منو واقعا تحت تأثیر قرار داد، واقعا منو گرفت. حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید That film really got me. That film really got me. یکی دیگر از کاربردهای فعل get یعنی گرفتن و ضبط کردن و دستگیر کردن، یعنی to capture or seize. حالا با هم مثالش رو کار بکنیم. The police got him at the station. The police got him at the station. The police یعنی اون پلیس مشخص، got گرفت، دستگیرش کرد، him اوی آقا رو در کجا؟ at در the station در ایستگاه. پس جملمون اینه The police got him at the station یعنی پلیس او را در ایستگاه گرفت. پس در اینجا معنی فعل get یعنی دستگیر کردن، ضبط کردن. پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید The police got him at the station. The police got him at the station. یکی دیگر از کاربردهای فعل get یعنی to buy، خریدن، که چیزی رو می‌خریم. حالا مثالش I will get you a drink. I will get you a drink. I will یعنی من انجام خواهم داد. چی رو؟ get گرفتن که در اینجا یعنی خریدن. You برای شما a drink یک نوشیدنی. به 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 کجا رسید درسمون؟ I will get you a drink. من برات یک نوشیدنی خواهم گرفت. برات یک نوشیدنی خواهم خرید. این برای کیه این نوشیدنی؟ برای اونایی که در تمرین شرکت کردند. مثالها رو در قسمت کامنت نوشتند و با صدای رسا تکرار کردند و نحوه بیان و تلفظ خودشون رو با درس مقایسه کردند تا اگر اشتباهی در تلفظ و بیانشون وجود داره بتونن اونها رو پیدا بکنن و رفع بکنن. پس این نوشیدنی تقدیم به شما که در این درس شرکت کردید، در قسمت کامنت نوشتید و در جهت رشد خودتون گام برداشتید. جملمون اینه اگر ننوشتید برگردید عقب همه رو بنویسید و این جمله رو I will get you a drink. من برات یک نوشیدنی خواهم گرفت. نوش جونتون، نوشیدنی دانش رو بر بدن بزنید و رشد کنید و پیشرفت کنید. I will get you a drink. I will get you a drink. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آفرین بر شما که در تمرینات شرکت کردید. آفرین بر شما که هر مثال رو در قسمت کامنت نوشتید و با صدای رسا تکرار کردید.
در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید. بی نهایت مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم.